مستظر هستید چندین کشور هستند از جمله ایران، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه که همه سیگنچوری به رسمیت شناختن جشن نوروزن و این جشن نوروز به قدری پر اهمیت هست برای ما ایرانی ها، برادران تاجیکمون، برادران افغانمون و به طور کلی فارسی زبانان که همه جای دنیا در همه جا برنامه های متنوع و مختلفی رو براش تدارک میبینن. امروز ما اینجا که هستیم در آلمان در هتل اتلانتیک، برادران و خواهران تاجیک ما به همراه دوستان و هموطنان فارسی و ایران زمین ما اومدن با همدیگه دست به دست همدیگه دادن و یک برنامه جشنی رو تدارک دیدن که همه دور همدیگه هستن و افراد بسیار مهمی در این جلسه قراره که سخنرانی بکنن، صحبت بکنن و یک راهی رو به عنوان جشنواره نوروز برای ارتباط‌های اقتصادی بتونن پیاده بکنن. برنامه بسیار خوبیه. همین الان همینجوری که میشنوید صدا رو در پشت سر من احتمالاً میشنوید، همه اینجا دارن زحمت میکشن، دست به دست همدیگه دادن که یک کار بسیار زیبایی رو بتونن برای شما تدارک ببینن و آماده بکنن که بتونن واقعا جشن نوروز رو به جهانیان بیشتر بشناسونن و بشه از نوروز یک استفاده بهینه‌ای رو آنچنانی که خودش نوروز خبردهنده رسیدن نوروز نو هست رو برای همه ما فارسی زبانهان فراهم بکنن. حالا ما در طول این برنامه حتما گفتگوهای مختلفی خواهیم داشت با کسایی که دستندرکار این برنامه هستن، زحماتی دارن میکشن و همینطور سفیر محترم تاجیکستان در اینجا هستن که با ایشون به گفتگو خواهیم نشست، جناب آقای پورکیان که واقعا زحمت بسیاری کشیدن در این برنامه، ایشون در اینجا خواهم بود. خلاصه یه چیزی براتون میگم، جاتون اینجا خیلی خالیه، برنامه فوق‌العاده‌ایه، خیلی زحمت کشیده شده توش که در طول این برنامه انشالله که شما خواهید دید و قضاوت خواهید کرد که واقعا چقدر این دوستان ما در هامبورگ زحمت جشن نوروزی رو کشیدن. میریم تا لحظات دیگه برمیگردیم با بقیه قسمت‌های این برنامه با شما همراه خواهیم بود. متشکرم. خدمتتون اینجا برنامه‌ایش که بین هموطنان ایرانی و برادران و خواهران تاجیک ما اومدن دست به دست همدیگه دادن و یک به اصطلاح جشن نوروزی رو اینجا فراهم کردن که نشون بدن برای تمام فارسی زبانان و غیر فارسی زبانان که جشن نوروز یعنی چی. همینجوری که ملاحظه میکنید اینجا قسمتی رو اختصاص دادن به صنایع دستی تاجیکستان. البته همونجوری که ملاحظه میکنید این نقشه تاجیکستان هست در این بالا گذاشتن که چقدر زیبا درست شده و چقدر به قول معروف مشخصش کردن. ولی یه چیز یادتون نره، من دفعه قبلا باهاتون صحبت کرده بودم، اگه یادتون باشه تاجیکستان بهترین جاییه که هموطنان ما میتونن برن برای تفریحاتشون، برای سرمایه گذاری. تاجیکستان برادران و خواهران فارسی زبان ما در اونجا هستن. شما بهترین لذت رو میتونید در تاجیکستان از مناظر زیباش، مردم خوبش، مردم با محبتش ببرید. ملاحظه بکنید الان اینجا تمام این قسمت‌هایی رو که میبینید تماما صنایع دستی تاجیکستان هست که اینجا گذاشته شده و واقعا نشون میده که چقدر با سلیقه این صنایع دستی انتخاب شده تا در اینجا به معرض نمایش گذاشته بشه. کتاب‌هایی هم در اینجا هست. البته ما چون الان در آلمان هستیم، اکثر این کتاب‌هایی که ملاحظه می‌کنید اینا همه به زبان آلمانی هست. من متأسفانه بلد نیستم آلمانی، وگرنه خودم براتون ترجمه می‌کردم اینو. ولی بسیار جالب، اینم پرچم زیبای تاجیکستان هست و کتاب‌هایی که ملاحظه می‌کنید کتاب‌هایی در مورد زیبایی‌های تاجیکستان، تاریخچه تاجیکستان که همه اینا رو من به شما توصیه می‌کنم در هر جای
دنیا که هستید میتونید از سفارت تاجیکستان درخواست بکنید براتون کتاب ها رو به زبانی که مایل هستید براتون بفرستن تا بتونید ببینید، آشنا بشید با تاجیکستان. کشور فوق العاده، مردم فوق العاده ای داره، بهترین جاست برای سرمایه گذاری برای شما. اگر یه وقت تصمیم گرفتید واقعا سرمایه گذاری در جایی بکنید، من حتما به شما تاجیکستان رو توصیه میکنم، چون واقعا میرید اونجا احساس غریبی نمیکنید. همه خودمونیم، همه واقعا برادران ما هستن، به زبان فارسی با هم صحبت میکنید، جای بسیار امنیه، بسیار بسیار جای خوبیه. من حتما بهتون توصیه میکنم در تعطیلاتتون، برنامه‌های تعطیلاتیتون رو، یکی از سفرهاش رو به تاجیکستان اختصاص بدید. میدونم 100% پشیمون نخواهید شد. میریم حالا دنباله برنامه رو با شما خواهیم بود تا ببینیم برنامه امروز به چه نحوی پیش خواهد رفت. مرسی. در ادامه برنامه امروز من صلاح دیدم یکی از عزیزان و همکاران ما که در اینجا هستن ازشون دعوت بکنم تا بیان یه مقداری توضیحات بیشتری رو در مورد که واقعا اینجا چی میگذره رو برای شما هموطنان خوبمون بدن. خانم الهام، خانم الهام تشریف بیارید لطفا. خیلی خوش اومدی. ممکنه لطفا؟ خیلی ممنون، مرسی. ممکنه لطفا بفرمایید که چه خبره الان اینجا؟ والا امشب یه برنامه تدارک دیده شده به مناسبت همونجوری که خودتون هم مستحضر هستین، نوروز. حالا یه مقدار با تاخیر انجام میشه، ولی خب به خاطر نوروزه و اینکه نوروز مثل یک المپیکی میمونه که واقعا توش مذهب، حکومت، دید مردم، ایدئولوژی، فرهنگی و هنریه، بله، و همه انسانها رو به حالت قشنگی به هم نزدیک میکنه. الان هم همه جای دنیا، حتی توی خانه سفید در امریکا هم جشن گرفته میشه. ولی آقای اوباما هم تبریک گفتن و گفتن سبزی پلو هم بخورید، ماهی صحبت میکنن و بله، بالاخره یه اتفاق قشنگه که میفته و واقعا یک جشن فرهنگی هنری امشب. و مهمترین قسمتش این که 9 سپتامبر سالگرد 25مین سال استقلال تاجیکستانه و خب این یه به قول ما آلمانی زبان ها نصف به قول معروف یه یوبیلیومی هستش که جشن گرفته میشه این 25 سال. یوبیلیوم یعنی چی؟ یوبیلیوم یعنی سالگردهای به خصوص. حالا من کلمه انگلیسی شو بعد حضور ذهن سالگرد خاص. سالگرد خاص بعد ما فارسی دنبال فارسیش میگه. بعد در هر صورت یک شب گالایی درست کردن، همونجوری که میبینیم برنامه قشنگی تدارک دیدن که به این مناسبته. خب الان شما فکر میکنید الان تو این برنامه‌ای که گذاشته میشه از افرادی که دارن میان هم ایرانی هستن هم تاجیک؟ من اونجوری تا اونجایی که متوجه شدم ملیت‌های مختلفن، از پارلمنت آلمان هستن، وایس پرزیدنت پارلمنت هامبورگ هست، مال قسمت سیتیزنشیپ هامبورگ پرزیدنتشون هست و خب مهمونهای افتخاری که خب ایرانی هستن. سفیر تاجیکستان هم هست. سفیر تاجیکستان 100%، بله، شونو من متاسفانه فراموش کردم، ولی تاجیک، ایرانی و آلمانی مهمونهای. از افغانستان چطور؟ کسی از افغانستان هست؟ امشب تا اونجا که من اطلاع دارم خیر نیستن تا اینجا. خب آخه میدونید که ما همونجوری که مطلع هستید یه تعداد کشورهایی که سیگنچوری نوروز هستن، ایران و تاجیکستان جزء به اصطلاح صدر این سیگنچوری ها هستن و چقدر جالبه که اینجا آدم میبینه همه اینا واقعا دست به دست همدیگه دارن میدن تا اینکه یه جشنی رو، یک به قول شما که فرمودید یک گالایی رو بتونن فراهم بکنن. شما خودت نظرت از همکاری و کارهایی که این تیم دارن با همدیگه میکنن چیه؟ کار بسیار قشنگه، همونطور که گفت صحبت شد. اینکه من شخصا اگه عقیده شخصی رو میخواین بپرسین، به خاطر اینکه این وحدت دور از مذهب، آری از کیش، چی میگن، آری از دین، آری از آن، آری از این، آری از هر کیش و آینه، اینو دوست دارم به خاطر اینکه همین مسئله فقط فرهنگی و هنری و انسانیه. امشب برنامه هنری هم میشین که هستش؟ بله بله، خواهید دید که برنامه هنری قشنگ هم خواهد بود و به نظر من همکاری و هماهنگی بسیار قشنگیه. بسیار عالیش. الان جزء برنامه هنری که امشب قراره انجام بشه هنرمند تاجیک هم هست یا فقط ایرانی هستن؟ خیر، هنرمند تاجیک هم هست. تا اونجایی هم که من اطلاع دارم یک خانم دیزاینر تاجیک هستش که لباساشونو دختر خانمای جوونه بسیار برازنده لباساشونو میپوشن و پرزنته میکنن. لباسای محلی تاجیکستان. به به، چقدر زیبا، چقدر زیبا. اون آخر برنامه است؟ آخر برنامه است. شما خودتون هم تشریف دارید اون موقع؟ من تشریف دارم.
زنده باشی. البته خانم الهام از همکاران جدید ما هستن که افتخار دادن دست ما رو بگیرن، کمکمون بکنن که ما بتونیم این برنامه امشب رو بتونیم به سمع و نظر شما عزیزان خوبمون برسونیم. خب دیگه چی شما اینجا میبینی که فکر میکنی که شاید جذابیتی داشته باشه برای مردم، یه توضیحاتی روش داده بشه؟ خب ببینید، همون اضافه بر چیزهای قشنگی که صحبت شد، همین که تاجیکستان به عنوان کشور، به عنوان اینکه 25 سال استقلالشه، یعنی باز یه معنی قشنگتری، این که اگر شما این کتابو دیده باشین نوشته The Architect of Peace، این که تو اون منطقه الان صلح برقرار شده، مهندسی صلح. بله مهندسی صلح، این که اصلا کلمه صلح، من حالا به این که تو اون کتاب چی نوشته کار ندارم، ولی این که صلح در منطقه الان حاکمه، در اون منطقه، حالا به خصوص متاسفانه از این طرف در که میان خب شلوغ پلوغه، این به نظر من معنی قشنگی داره که اینم یه سفیر صلح، این کاری که امروز داره انجام میشه خودش یه سوق دهنده به طرف صلح، به طرف اتفاقا نوروز هم به نظر میاد که نوروز هم در رابطه با صلح و دوستی و رفاقت و صمیمیت میشه. بله غیر از این به نظر من چیزی هم نیست. شما همون هفت سین رو نگاه کنین، پر از زیباییه. هفت تا سین صلح داره. بله نه حالا صلح ساده، ساده صلح همیشه بهش اضافه کرد. نه منظورم خود همون میز شما نگاه بله. کنین، صفایی داره، خودش آدمو جلب میکنه به طرفی که بیا صلح کنیم، بیا رفیق باشیم، دوست باشیم. بله این خودش به نظر من اتفاقات قشنگی که همونجوری زیر پرده آدم همینطوری نگاه میکنه، ببینه چه چیزای قشنگی، چه المنتای قشنگی همه جا هستش. این نظر شخصی من نه، البته زنده باشین. البته در طول برنامه امشب هم من هم خانم الهام گزارش‌های خاصی رو براتون آماده می‌کنیم که ان شاءالله که از استفاده ببرید و آشنایی بیشتری با تاجیکستان پیدا بکنید و ما هم خوشحالیم از اینکه شما بیننده ما هستید. خب خانم الهام فعلا اگه اجازه بدید بریم قسمت‌های دیگر رو ببینیم چه خبره تا بعد دوباره برگردیم دیگه.